سلام و درود به مهمترین خبرها از شش صبح خوش آمدید امروز سشن به پنجم جدی 1402 برابر به 26 دسامبر 2023 سرخط خبرها ادامه دادخواهی ها برای آزادی زنان معترض زندانی اف و بین الملل خواستار آزادی منجر صدیقی و دیگر مدافعان حقوق بشر شد بر کناری فرمانده طالبان در بدخشان به اتهام قاچاق مواد مخدر سفر وزیر ترانسپورت و هوانوردی طالبان به ازبکستان حملات و هوایی آمریکا بر سه پایگاه نیروهای مورد حمایت ایران در عراق نیروهای روسی شهر مارینکا در شرق اوکراین را تصرف کردند و آغاز دور پنجم لیگ بازکشی در کابل مشروع خبرها پس از آن که طالبان تا دو هفته ای اخیر دست کم سه معترض زن زندانی را آزاد کردند سازمان اف و گفته گفت است که این گروه باید منیجا صدیقی روزنامه و سایر مدافعان حقوق بشر را از زندان آزاد کند سمیرا حمیدی مسئول بخش افغانستان در این سازمان بازداشت مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران را خودسرانه عنوان کرده است او همچنان خبر آزادی پریسا آزاده عضو از جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی از زندان طالبان را دلگرم کننده خوانده و نوشته است که درخواست ها برای آزادی دیگران نیز باید ادامه یابد منیژه صدیقی معترض زن 17 میزان از شهر کابل بازداشت شد و هنوز در بند طالبان به سر میبرد یک منبع معتبر در میان طالبان میگوید که قاری واصل فرمانده همنیه این گروه در بدخشان با اتهام قاچاق مواد مخدر و حیف و امکانات و دولتی از سمتش برکنار شده است. این منبع به روزنامه هشت صبح گفت که طالبان قاری واصل را پس از تنشهای اخیرش با والی این گروه در بدخشان از وظیفهش برکنار کردند. تاریخ مکتوب برکناری وی که پای آن امضای ملا محمد حسند آخوند رئیس الوزرای طالبان در جست نشان می دهد که وی سی قوس از سمتش برکنار و در عوض وی ملا عزیز الله عمر به حیث فرمانده امنیه بدخشان تعیین شده است. این در حال است که پسر ارشد قاری واصل نیز سر روز پس از برکناری پدرش، همراه با سه تن دیگر به اتهام قاچاق پنجاه کیلوگرم چرس در تخار بازداشت شد حمید الله خونزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان در رس یک حیات با ازبکستان سفر کرده است. هدف از این سفر مقام طالبان گسترش روابط تسهیل حمل و نقل و گفتگوها با مسئولان هوانوردی آن کشور عنوان شده است. قرار است این حیات با وزیر ترانسپورت ازبکستان و دیگر مسئولان این وزارت دیدار و گفتگو کند. ازبکستان از معدود کشورهایی است که هرچند طالبان را به رسمیت نشناخته اما روابط سیاسی و اقتصادی با این گروه را حفظ کرده است تاشکند چند پیش قراردادهای تجاری به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون دلار با طالبان امضا کرد وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که نظامیان این کشور سه پایگاه را در عراق آماج حملات و هوایی قرار دادند که توسط نیروهای مورد حمایت ایران استفاده می شدند. این حمله در پاسخ به حمله اخیر هواپیمای بی سرنشین بر پایگاه نظامی آمریکا در اربیل انجام شده است که سه زخمی بر جای گذاشت. مایکل اریک کریلا فرمانده مرکزی ارتش آمریکا با تایید این حملات گفت که از پرسنل نظامی کشورش همیشه حفاظت خواهد. شد گفتنی است که پس از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس چندین حمله بر پایگاه های آمریکا در عراق و سوریه انجام شده است سرگئی شویگو وزیر دفاعی روسیه گفته است که نیروهای این کشور شهر مارینکو در شرق اوکراین را با گناهی کامل تصرف کردند شویگو این موضوع را هنگام ارائه گزارش جنگ به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بیان کرده است مارینکا در جنوب غربی دونتسک که زیر کنترل روسی است و شهر ارباه شهرت دارد و زمان محل سکونت ده هزار تن بود تصرف این شهر نیروهای روسی را قادر می سازد تا نظامیان اوکراینی را از دونتسک دور کنند. پیش از تصرف این شهر باخموت نیز و با تصرف ارتش روسیه در آمد و نیروهای اوکراینی با وجود عملیات های مکرر برای بازپسگیری موفق به این کار نشدند. فدراسیون بازکشی افغانستان از آغاز دور پنجم لیگ بازکشی در کابل خبر می دهد. مراسم افتتاحیه این لیگ با اشتراک دوازده تیم از دوازده ولایت کشور امروز برگزار شد. قرار است دوازده تیم نخست در مرحله گروهی با هم رقابت کنند در ادامه تیم های برتر به مرحله حذفی را خواهند یافت بازی افتتاحیه این لیگ میان تیم های بدخشان و کندهار برگزار می شود این رقابت ها قرار بود در هفته های پیش برگزار شود اما با بودن شاهراه سالنگ سبب تاخیر در برگزاری آن شد اینها مهمترین خبرهای امروز بود تشکر از توجهتان تا تو ساعت خبری بعدی درود